رضا بیک در خاطراتش میگه 4 سال بعد از انقلاب با جیب خالی مخفیانه از ایران به ترکیه رفتم. نمیخواستم زیاد اونجا بمونم چون همیشه به عنوان یک آرتیست ثروتمند ایرانی به ترکیه سفر کرده بودم. دوست نداشتم حالا که از طرف مسئولان کشور خودم کنار گذاشته شدم و دیگه وطنی نداشتم توی ترکیه کسی من رو بشناسه. کافی بود یه اشاره کنم تا میلیون میلیون پول به پام بریزن یا همونجا بمونم و بازیگری کنم چون هنرمندان و مردم و ترکیه من رو خوب میشناختند. ولی نمیخواستم شخصیت قهرمانی من توی ذهن مردمم خراب بشه. پس بدون هیچ تماسی با هنرمندان ترکیه سریع به آلمان رفتم و از اونجا به آمریکا مهاجرت کردم. توی آمریکا پیشنهادهایی از هالیوود داشتم ولی اصلا نمیتونستم به خودم اجازه بدم که بعد از سالها نقش اول بودن توی فیلمهایی بازی کنم که مردمم رو ناراحت میکنه. به همین خاطر رفتم سراغ راننده کامیونی و سختیهای زیادی کشیدم. خوشحالم که از جسمم مایه گذاشتم نه از هنرم. احساس میکنم پیش مردمی که من رو یادشونه سربلندم. شما با کدوم فیلمش خاطره دارید؟ اسمش رو کامنت کنید. برای دیدن اطلاعات روز دنیا پیج جگوار فکت رو فالو کن.